این روزها حال و هوایی خاص به قلب تهران داده. جشنواره گلابگیری که در خیابون سیاتیر میزبان پایتخت نشینان شده. اولش که یه بوی خوبی زد، بعد به دوستام گفتم ای عجب اینجا جای خوبیه، خوشگل گلابگیریه. یهو اومدیم اینجا، باورمون نمیشود تو تهران همچین جایی باشه. کاش من بخوام مسیحش مدار دوره دیگه، از کسایی که مسیحشون دورتر باشه سخت واسه رفتن. توی تهران ما فرآیند گلابگیری نداشتیم و خب با گرفتن عرقیات دارچین و هل و ساخته شدن گلاب آشنا شدم. اومدیم اینجا یهو دیدیم، خیلی خوشحال شدیم، دوست داریم که بریم با خانواده بیایم اینجا. همای جدیدی داره و ابتکار خوبی به خرج دادن توی تولید این عرقیات. دو هفته میخوایم بریم کاشان نمیشه، یکی میگه میان یکی میگه نمیشه. اصل اینا هم گلاب بگیریم، هم این که اینجا دیدن کنیم. روزانه یک تن گل میاریم، تقریبا نزدیک 6-7 دیگ گلاب میگیریم. فقط دیگامون از ساعت 4 تا 12 از صبح هم هستیم ولی گلابگیری نداریم. ما این فرهنگ آوردیم به مردم که نمیتونن بیان تو کاشون ازش استفاده کنن ببینن چیه. چه عرقی جاتی شما میفروشید؟ همه چی، عرقیات آرام بخش، عرقیات گرم. استقبال مردم چه جوری بوده؟ خوب بوده خدا رو شکر. دعاتشامون 30 کیلو گله و 70 لیتر گلابه، ولی ممتازمون نه 30 کیلو گل 70 لیتر آبه. به گفته مسئولین شهرداری منطقه 12 این جشنواره حدود 3 هفته دیگه میزبان تهرانی هاست. این عمل باعث میشه که مردم تهران که امکان این رو ندارن حالا سفر بکنن به کاشان و مراکز گلابگیری، همون امکان رو توی تهران داشته باشن و یه جوری معرفی بشن. زهرا علی مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.